سلام میکنم خدمت دوستان و همراهان همیشگی ما به یکی دیگه از برنامه های هزار و یک شب خوش اومدید در این برنامه با سه داستان پنداموز در خدمت شما عزیزان هستیم پس در ادامه با ما همراه باشید قبل از هر چیز اگه تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه های جدید ما جان نمونید داستان شماره یک دوست دارم بدانم بهشت و جهنم چه شکلی هستند یک مرد روحانی روزی با خداوند مکالمه ای داشت خداوندا دوست دارم بدانم بهشت و جهنم چه شکلی هستند خداوند آن مرد روحانی را به سمت دو در هدایت کرد و یکی از آن درها را باز کرد مرد نگاهی به داخل انداخت درست در وسط اتاق یک میز گرد بزرگ وجود داشت که روی آن یک ظرف خورش بود و آنقدر بوی خوبی داشت که دهانش آب افتاد. افرادی که دور میز نشسته بودند بسیار لاغر مردنی و مریض حال بودند. به نظر قهطی زده می آمدند. آنها در دست خود قاشق‌هایی با دسته بسیار بلند داشتند. که این دسته ها به بالای بازوهایشان وصل شده بود و هر کدام از آنها به راحتی می توانستند دست خود را داخل ظرف خورش ببرند تا قاشق خود را پر کنند اما از آنجایی که این دسته ها از بازوهایشان بلندتر بود نمی توانستند دستشان را برگردانند و قاشق را در دهان خود فرو ببرند مرد روحانی با دیدن صحنه بدبختی و عذاب آنها غمگین شد خداوند گفت تو جهنم را دیدی آنها به سمت اتاق بعدی رفتند و خدا در را باز کرد آنجا هم دقیقا مثل اتاق قبلی بود یک میز گرد با یک ظرف خورشت روی آن که باز هم دهان مرد را به آب میانداخت. افراد دور میز مثل جای قبل همان قاشقهای دست بلند را داشتند ولی به اندازه کافی قوی و توپل بوده می گفتند و می خندیدند مرد روحانی گفت نمیفهمم. خداوند جواب داد ساده است فقط احتیاج به یک مهارت دارد می بینی؟ اینها یاد گرفتند که با این قاشقها به همدیگر غذا بدهند در حالی که آدمهای تمکار تنها به خودشان فکر می کنند بهشت به و جهنم با هم فرقی ندارند ماییم که باعث تفاوتشان هستیم داستان شماره دو لباس های شسته همسایه زن و مرد جوانی به محله جدیدی اسباب کشی کردند روز بعد ضمن صرف صبحانه زن متوجه شد که همسایهش در حال آویزان کردن رخت های شسته است و گفت لباسها چندان تمیز نیست انگار نمیداند چطور باید لباس بشورد احتمالا باید پودر لباس را عوض کنند همسرش نگاهی کرد اما چیزی نگفت هر بار که زن همسایه لباسهای شستش را برای خشک شدن آویزان می کرد زن جوان همان حرفها را تکرار می کرد تا اینکه حدود یک ماه بعد روزی از دیدن لباسهای تمیز روی بند رخت تعجب کرد و به همسرش گفت مثل اینکه بالاخره یاد گرفته لباس بشوره موندم چه کسی درست لباس شستن و یادش داده مرد پاسخ داد من امروز صبح زود بیدار شدم و پنجره های من را تمیز کردم چشم را باید شست جور دیگر باید دید داستان شماره سه ما نمگیر سلطان شدیم فردی دزدی ماهر بود و با چند نفر از دوستانش باند سرقت تشکیل داده بودند روزی با هم نشسته بودند و گپ میزدند. در حین صحبتهایشان گفتند چرا ما همیشه با فقرا و آدمهای معمولی سر و کار داریم و قوت لایموت آنها را از چنگشان بیرون می بیایید این بار خود را به خزانه سلطان بزنیم که تا آخر عمر برایمان بس باشد. البته دسترسی به خزانه سلطان هم کار آسانی نیست. آنها تمامی راهها و احتمالات ممکن را بررسی کردند. این کار مدتی فکر و ذکر آنها را مشغول کرده بود تا سرانجام بهترین راه ممکن را پیدا کردند و خود را به خزانه سلطان رساندند. خزانه مملو از پول و جواهرات قیمتی بود. آنها تا می توانستند از انواع و اقسام تلاجات و عتیقجات در کول بار خود گذاشتند تا ببرند. در این هنگام چشم سرکرده باند به شیء درخشنده و سفیدی افتاد گمان کرد گوهر شب چراغ است نزدیکش رفت آن را برداشت و برای امتحان به سر زبان زد معلوم شد نمک بود بسیار ناراحت و عصبانی شد و از شدت خشم و غذب دستش را بر پیشانی زد به طوری که رفقایش متوجه او شدند و خیال کردند اتفاقی پیش آمده یا نگهبان خزانه باخبر شده است خیلی زود خودشان را به او رساندند و گفتند چه شده چه حادثه ای اتفاق افتاده؟ او که آثار خشم و ناراحتی در چهرش پیدا بود گفت افسوس که تمام زحمت های چندین روزه ما به هدر رفت و ما نمکگیر سلطان شدیم من ندانسته نمکش را چشیدم دیگر نمی شود مال و دارایی پادشاه را برد از مردانگی و مروت به دور است که ما نمک کسی را بخوریم و نمکدان او را هم بشکنیم آنها در آن دل سکوت سهمگین شب بدون اینکه کسی بویی ببرد دست خالی به خانه هایشان بازگشتند صبح که شد و چشم نگهبانان به درهای باز خزانه افتاد تازه متوجه شدند که شب خبرهایی بوده است سراسیمه خود را به جواهرات سلطنتی رسانیدند دیدند سر جایشان نیستند اما در آنجا بسته هایی به چشم میخورد آنها را که باز کردن دیدن جواهرات در میان بسته هاست. بررسی دقیق که کردند دیدند که دوست خزانه را نبرده است. مگر نه الان خدا میداند سلطان با ما چه می کرد. بالاخره خبر به گوش سلطان رسید و خود او آمد و از نزدیک صحنه را مشاهده کرد. آنقدر این کار برایش عجیب و شگفت آور بود که انگشتش را به دندان گرفته با خود می گفت عجب. این چگونه دزدی است برای دزدی آمده با اینکه می توانست همه چیز را ببرد ولی چیزی نبرده آخر مگر می شود چرا ولی هر جور که شده باید ریشه یابی کنم و تعطوی قضیه را در بیاورم در همان روز اعلام کرد هر کس شب گذشته به خزانه آمده در امان است او میتواند نزد من بیاید من بسیار مایلم از نزدیک او را ببینم و بشناسم این اعلامی سلطان به گوش سرکرده ها رسید دوستانش را جمع کرد و به آنها گفت سلطان به ما امان داده برویم پیش او تا ببینیم چه میگوید آنها نزد سلطان آمده و خود را معرفی کردند سلطان که باور نمیکرد دوباره با تعجب پرسید این کار تو بوده گفت آری سلطان پرسید چرا آمدی دزدی و با اینکه می توانستی همه چیز را ببری ولی چیزی را نبردی گفت چون نمک شما را چشیدم و نمک گیر شدم و بعد جریان را مفصل برای سلطان گفت سلطان به قدری عاشق و شیفته کرم و بزرگواری او شد که گفت حیف است جای انسان نمک شناسی مثل تو جای دیگری باشد تو باید در دستگاه حکومت من کار مهمی را بر عهده بگیری و حکم خزانه را برای او صادر کرد. آری، او یعقوب لیس سفاری بود و پس از چند سالی حکمرانی در مسند خود سلسله سفاریان را تأسیس کرد. یعقوب لیس سفاری سردار بزرگ و نخستین شهریار ایرانی پس از اسلام قرون متوالی است که در آرامگاهش واقع در روستای شاهاباد واقع در ده کیلومتری دسفول به طرف شوشتر آرمیده است. گفتنی است در کنار این آرامگاه و های شهر گندی شاپور نیز دیده می شود. خیام اگر زباد مستی خوش باش با ماهروخی اگر نشستی خوش باش چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش امیدوارم از داستانهای این برنامه لذت برده باشید و از پند و اون در زندگیتون بهره ببرید و همیشه موفق باشید شما درباره این داستانها چه نظری دارید در کامنت ها نظراتتون رو برامون بنویسید ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم فراموش نکنید برای حمایت از ما فقط کافی مطلب رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید تا از برنامه های جدید ما جان نمونید